KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران، مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 8 ماه فوریه سال 2020 میلادی برابر با 19 بهمن ماه 1398 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. دیگه همه شما میدونید که این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12 نیم شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام هم آرشیو میشود تا هر موقعی که دوست داشتید برنامه رو بشنوید. خب بفرمایید سر میز صبحانه براتون یک برنامه پروپیمون تدارک دیدیم، در خدمتون باشیم. خب نگاهی بیاندازیم به خبرهای هفته گذشته، خبرهایی که بیش از بقیه در واقع در ذهنمون مونده. نخستینش مسئله این ویروس کرونا است که بسیاری از مردم در سراسر جهان رو دچار وحشت کرده، ولی سازمان جهانی بهداشت گفته که ویروس جدید کرونا هنوز به مرحله همه‌گیری جهانی نرسیده و ویروسی که در چین شایع شد به 25 کشور دیگه رسید، از جمله به امریکا هم آمده و هم در همسایگی ما در اورنج کانتی یه نمونش رو پیدا کردن، ولی با توجه به حفاظت‌های پزشکی برای مقابله با اون و همینطور هوشیاری مسئولان بهداشت هر کشور، احتمال این که در کشورهای دیگه به صورت اپیدمی در بیاد خیلی کم هست، ولی باید مراقبت‌های لازم انجام بشه و به همین دلیل هم یک کشتی که از چین می آمد الان مدت هاست، فکر میکنم یه چیزی بیشتر از 5-6 روز بیش از اندازه زمانی که قرار بود کناره بگیره، در دریا مانده و قرنطینه شده و بسیاری از سرنشینان اون امریکاییان هستن، ولی گفتن چند نمونه پیدا کردن و کشتی رو قرنطینه کردن. همین کارهای این چنینی که میکنند هر کدام به نوبه خود برای شیوع این میکروب و همینطور همگیر شدن یا اپیدمی آن کاسته میشه. هرچند که چین کوتاهی‌های خودش رو در زمینه مقابله با ویروس کرونا پذیرفته، ولی در ایران وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی نوشت که باید از چین تقدیر و تشکر کرد به دلیل اقدامات موفقیت‌آمیز این کشور در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، که خب خیلی مشخصه موقعی که خود چین اظهار این میکنه که کوتاهی کرده، آقای محمد جواد ظریف در واقع همه چی رو میخواد خوب نشون بده و حالا اینجا به چینی مقداری اعتبار میده در مورد که موفقه. در همین هفته گذشته پزشک چینی که اولین بار شیوع ویروس کرونا رو در ماه دسامبر هشدار داده بود و در واقع ماموران چینی موافقت نکردن و جلوی او رو گرفتن که اعلام نکنه و هم مردم رو خبردار نکنه و حرف او رو به عنوان یه شایعه در واقع در چشم مردم نشون دادند، در گذشت از گرفتن همین ویروس و همین بیماری، و ولی او خود سعی خودش رو کرد، از رسانه‌های اجتماعی کمک گرفت و خبر این که چنین ویروسی در راه است و ممکنه که کشتار زیادی رو انجام بده رو بالاخره او به گوش مردم رسوند و ناچار هم چین بعد از این قضیه مجبور شد که عنوان بکنه قضیه رو. در آمریکا دو اتفاق مهم روی داد از نظر حکومت یا دولت آقای دونالد ترامپ. یکی این که سنای آمریکا چهارشنبه شب در آخرین روز بررسی استیضاح پرزیدنت ترامپ رأی گیری کرد و او رو از دو اتهام سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از فعالیت کنگره تبرئه کرد که این پرونده بعد از حدود 3 ماه بسته بشه. در این رأی گیری خب حضور یک مقداری متفاوت میت رامنی سناتور آمریکایی که به
سوء استفاده از قدرت رأی بله داد و به جلوگیری از فعالیت کنگره رأی منفی موجب شد که در خبرها نتونن اعلام بکنن که با تمام آرا و با کلیه آرا و با 100% آرا آقای ترامپ استیضاح در مورد استیضاحش تبرئه شده. آقای ترامپ هم از این قضیه و از دلگیری که از آقای میت رامنی داشت هیچ خودداری نکرد که احساسات خودش رو ابراز بکنه. همچنین در اتفاق دیگری که روی داد، سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا بود که روز سه‌شنبه انجام شد و در این سخنرانی که بیشتر به یک کارزار انتخاباتی مینمود تا سخنرانی سالانه وضعیت کشور، آقای ترامپ خیلی از همه کارها و اقدامات دولت خودش طرفداری کرد و از اونها تعریف کرد و امریکا رو بهترین این دورانی که در دوران ریاست جمهوری خودشون هست رو گفتن، بهترین دوران زندگی آمریکا در تاریخ، و بعد هم یک توییت فرستادن که نشون بده که ایشون تا سالهای سال اثرگذار خواهد بود و حضور خواهد داشت. البته اثرش مشخصه ولی حضورش رو دیگه نمیدونم، چون خودشون تا سال 2050 هم اینطور هم رفته بودن که دونالد ترامپ تا فلان سال. و در این زمینه آقای ترامپ در مورد ایران هم صحبت کردن در سخنرانی خودشون و از جمله گفتن تشدید تحریم‌های اقتصادی خیلی تصمیم درستی بوده و از تصمیم دولت خودشون دفاع کردند، از کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس هم دفاع کردند و گفتن او بی‌رحم‌ترین قصاب رژیم ایران بود و در این جهت او مسئول مرگ مردان، زنان و کودکان بیشماری بود. در همین جلسه نشست سخنرانی آقای ترامپ برای کنگره، یعنی سناتورها و نمایندگان مجلس در یک جلسه نشسته بودن و سخنانیشون گوش میدادن طبق معمول، چندین شخصیت هم به مهمان ایشان بودن و حضور داشتند و برای بسیاری بسیار شگفت‌انگیز بود که آقای دونالد ترامپ، آقای راش لیمبو، یکی از روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های رادیویی آمریکا رو که معروف است به بدزبانی و بددهنی و همینطور اعتراض‌های همراه با خشونت و ضد زن و ضد و سخنانی که ضد سیاه‌پوستان هست، در واقع انسانی است که خیلی متعصب در باورهای خودش و هیچ ابایی هم نداره از اینکه سخنانش رو خیلی باز و مشخص بگه. یه چند تا از کلمات او رو میشنویم که در یکی از این رسانه‌های اجتماعی دیدم در مقابله با سخنان آقای ترامپ که از او تعریف میکنه. با هم گوش بدیم. Here tonight is a special man. Nigga with an A on the end. Well, I think I can now. Isn't that the point? Because it's not racist. That's the point. I could be talking about a male. I could be a Chinese male. A guy at the laundromat. Beloved by millions of Americans. How many of you guys, in your own experience with women, have learned that no means yes if you know how to spot it? Meanwhile, Al Sharpton goes out the front door. Yes, I spoke a little Negro dialect there. I can do that when I want to. In and out the front door. He is the greatest fighter and winner that you will ever meet. They call it sexual objectification, demeaning, not taking women seriously, but it's just the way of the world. Boys chase girls. Who is the cute kid in the White House? In recognition of all that you have done for our nation. You're a foreigner. Shut your mouth or get out. خب دیگه بیشتر از این سخنان برجسته آقای راش لیمبو رو که بزرگترین مدال آزادی برای شهروندان معمولی، یعنی شهروندان عادی آمریکا رو از آن خود کرد، یعنی آقای پرزیدنت ترامپ به ایشون دادن و خانم ملانیا ترامپ برگردنشون انداختند، دیگه لازم نیست بگیم چون اول صبح حال همتون بد خواهد شد. آقای ترامپ در ضمن بلافاصله بعد از اینکه تبرئه شدند، دو تن از کارمندان کاخ سفید و یکی از کارمندان وزارت خارجه رو فعلا که برای علیه او در این دادگاه ها شهادت داده بودن از
کاخ سفید بیرون کردن و از کار برکنار کردن. کلونل الکساندر ویدمن، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان اوکراین و علاوه بر اون برادرش هم که در کاخ سفید کار میکرد رو آقای ترامپ بیرون کردن و سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا گوردون ساندیلند، او هم به دلیل شهادت هایی که داده بود مورد غضب آقای ترامپ قرار گرفت و از کاخ سفید بیرون آمد. حاشیه روز سخنرانی آقای ترامپ هم که به دلیل دست ندادن به خانم نانسی پلوسی و پاره کردن متن سخنرانی آقای ترامپ به وسیله خانم نانسی پلوسی انجام شد، بسیار اعتراض های مختلفی از دو سو و از دو جانب گرفت و نشون داد که در واقع تمام رویدادهایی که در این سالهای اخیر داره اتفاق میفته برخلاف میلی بسیاری از ما، قضیه در اون فقط سیاست مطرح میشه و مسئله از جانب حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه فرق نمیکنه، فقط به یک جنگ حزبی تبدیل شده و کسی با وجدان بیدار در مقابل رویدادهایی که داره انجام میشه و اتفاق میفته نمیتونه تصمیم بگیره، چون میترسه از اینی که از حزب خودش بیرونش بکنن و یا رأی نیاره در انتخابات بعدی. در هر حال همه کارها و حرفایی که زده میشه در این چند، مخصوصا در این دو سه ماه گذشته اتفاق افتاد در آمریکا، باعث یأس و ناامیدی بسیاری از شهروندان آمریکایی شد و اینی که آن تصوری که از انتخابات و از سیاستمداران در آمریکا بود موقعی که ما 40 سال پیش به آمریکا اومدیم اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. دیگه وقت نداریم؟ خب به بقیه خبرها نرسیدم، به ایران هم نرسیدم، ولی خب دیگه لازم بود به این دو سه موضوع اشاره بکنیم. بریم و برگردیم، در خدمت شما. خب در این بخش از برنامه میخوام با شما یک گشتی بزنیم در آرشیو 41 سال پیش. سه روز دیگر 11 فوریه یا 22 بهمن 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران است و شما دوستان عزیزی که برنامه های منو مرتب گوش میکنید میدونید که هر سال در این ایام من بخشهایی از آرشیوم رو برای شما پخش میکنم که گزیده ای از صداهای آشنا و ماندگار ماهای آبان، آذر، دی و بهمن هستن که به انقلاب اسلامی انجامید. تا یادمون بمونه که چه شد و در ضمن هم فراموش نکنیم که چرا چنین شد. به قول شفیع کدکنی، گر تو خاموش بمانی چه کسی خواهد بود که گواهی دهد اینجا بودند عاشقانی که زمین را به دیگر آیینی خواستن آذین ببندند و چه شیدا بودند. خب بریم و شروع کنیم بخشی از این صداهایی که حتما برای شما آشناست رو بشنویم تکه به تکه. محمد رضا شجریان بود و ترانه برادر غرق خونه که شاید از اولین ترانه هایی بود که در زمان تظاهرات و شورش ها در میان مردم پخش شد. حالا بشنویم به سخنان ارتش بود اظهاری در مجلس موقعی که میخواد دفاع بکنه از حضور خودش به عنوان نخست وزیر در 15 آبان آن سال. من نمیخواستم با عجله قوم پیشای خودم، دوستان خودم بردم به عنوان وزارت انتخاب کنم. اونهایی که میشناختم گفتم موقتا شما تا موقعی که من دولتم تشکیل بدم
به مجلس معرفی کنم، کمک به من بکنید الان ضمن کار خودتون این بذارت کنم رسی که شیرازه از هم گذرت نشه، شما ها برق داشته باشید، آب داشته باشید، نون داشته باشید. بعد یک چیز دیگرم این که اسم نظامی باید پشتر من افتخار میکنم به کلمه نظامی، اما موقت موقت چون باز هم راجع به نظامی من میترسم در دنیا این کلمه نظامی خود نکرده سوی تبدیل بشه. یه دولت نظامی اومد رو کار که هیچ کاری به قوانین موجود نداره. ملازم میکنیم من آن جلوی نمایندگان محترم مجلس ایستادم، رای به هم دادید ادامه میدید، رای به هم ندادید بعد میگردم دارم سرکار. بله، به سخنرانی بسیار بحث برانگیز محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران که در آن جمله من صدای انقلاب شما را شنیدم گوش کنید. ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلف شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. خب حالا بریم سراغ تورج فرازمند، روزنامه‌نگار برجسته که تفسیرهای او بسیار شهرت داشت و بسیار شنونده، و این تفسیر هم یکی از تفسیرهایی است که در زمان شلوغی تورج فرازمند از رادیو پخش کرد. با استعفای دولت عملا کنار رفتند و امور وزارتخانه‌ها رو معاونان وزیر، یعنی یکی از معاونانی که وزیر انتخاب کرده، اداره میکنه و در نخست وزیری هم به علت ادامه کسالت تیمسار ارتش بودازهاری یکی از معاونان ایشان عملا وظایف نخست وزیر رو به عهده داد. پس این وضع دولت در حال حاضر. اما وضع مملکت، یعنی جنبه سیاسی امر، اطلاع دارند شنوندگان که دکتر شاپور بختیار آمادگی خودش رو برای احراز مقام نخست وزیری اعلام کرده بود و اعلی حضرت همایونی هم موافقت فرموده بودند. حالا مجلسین باید طبق سنن پارلمانی رأی تمایل یا ابراز تمایل یا همینطور که تو این خبرتون الان خوندید نظر مشورتی بدن که معلوم میشه نظر مشورتی مثبت دادند،
به نخست وزیری یک نامزد ریاست دولت. این احتمال وجود داره که دکتر شاپور بختیار قبلا با رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی مذاکره کرده باشه، حالا یا به صورت جمعی یا جداگانه، بنده اطلاع ندارم، ولی محتمل هست. و هر حال امروز هم مجلس شورا و هم مجلس سنا رأی تمایل یا به قول خودشون نظر مشورتی موافقشون رو به نخست وزیری دکتر شاپور بختیار اعلام کردن. یکی دیگر از سخنانی که بسیار موجب شگفت مردم شد در آن زمان و همچنان هم در موردش صحبت میشه، سخنان آقای کریم سنجابی رهبر جبهه ملی بود بر تایید انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی، گوش بدیم. ما با نظریات آیت الله خمینی که در واقع منعکس کننده آمال و آرزوهای ملت ایران هست کاملا موافق هستیم. آیت الله خمینی شخصیتی است که شاید صدها سال لازم باشد تا یک مردی به عظمت و بزرگی ایشون در یک جامعه ظاهر بشه و من به عنوان نماینده یک جبهه‌ای از ملت ایران کمال تأسف و تعلم را دارم که قدر این شخص بزرگوار را اون چنان که باید نشناختند و گوش به حرفای اون ندادند و وضعیت به اینجا رسیده است. خب باز هم به جاست که بخش دیگر از سخنان محمد رضا شاه پهلوی رو در جهت همراهی با اعتراضات مردم بشنویم. این با اون سخنرانی اولی که پخش کردیم براتون از نظر زمانی فرق میکنه. یک بار دیگه محمد رضا شاه پهلوی با مردم سخن گفتن. همینطوری که در 15 آبان خطاب به ملت ایران اظهاراتی کردم که شاید خیلی ها شنیده باشه، در اونجا من این تعهداتی کردم که بدان پایبندم و طبیعی است که سعی میکنم اون تعهدات انجام بگیرم. یکی از این تعهدات این بود که ما برای مشکلات ایران یه راه حل سیاسی پیدا بکنیم که با در واقع شنیدن و الهام از جنبش ملت ایران که ندای خودش را بدین وسیله سریع به گوش من و هر کسی که میخواد گوش بکنی رسوندن، ما پاسخ بدهیم. خب بسیاری معتقدن که این سخنرانی هرچند که بسیار شنیدنی بود و نکات بسیار مهمی رو داشت، ولی کمی دیر به گوش مردم رسید. بریم سراغ دکتر شاپور بختیار نخست وزیر وقت و سخنرانی و نطق فراموش نشدنیش که در آن گفت من مرغ طوفانم. گوش بدیم. من به عنوان پسر یکی از سرداران مشروطه، یکی از وفادارترین یاران رهبر بزرگ ملت دکتر محمد مصدق، سوگر یاد می کنم اگر به قیمت جانم و اعتبار و حیثیتم هم باشد بگذارم که کشورم به سوی نابودی و زوال سوق داده شد. سوگر یاد می کنم که تا آخرین نفس با تجدید تنف و آنهایی که از خلقهای ایران و از پرچم غیر از پرچم سرنگ سخن میگویند مبارزه کنم. دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم.
سخنان دیگری از دکتر شاپور بختیار و آیت الله خمینی رو پخش میکنم براتون، بخشای کوتاهش رو که با هم در واقع گفتگوی دارن. شاپور بختیار در مورد یک دولت موازی که خمینی تشکیل داده بود اعتراض میکنه و آقای خمینی هم اون سخنرانی معروفشه که من تو دهن این دولت میزنم رو در پاسخ دکتر شاپور بختیار میگه. گوش بدیم. ما یک مملکت داریم، یک حکومت خواهد داشت، یک ارتش خواهد داشت و هیچ گاه در ایران دو دولت وجود نخواهد و این به هر قیمت. یه عده متاسفانه عادت به دیکتاتوری کردن، دیکتاتوری محمد رضا شاه را قبول کردن، دیکتاتوری آینده را هم شاید مطلوب طبعشون باشه، ولی من آزاده و آزادگی را در این مملکت میخوام تعریف بدم. اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده، به ارتش دستور داده که از این پشتیبانی بکنی، انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنی. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیش قبولش ندارن. بله چند تا از اشعار را دارن که میارن توی خیابان ها، از خودش میاد این اشعار فریاد هم میکنن، از این حرف هم میزنن، لیکن ملت این هست. خب این پرسش و پاسخ بین دکتر شاپور بختیار بود و آیت الله خمینی در این زمینه. و در آن دوران الله اکبر گو گفتن که آغاز شده بود، ترانه دیگری با صدای رضا رویگری سر زبانهای مردم بود و پخش می شد مرتب، که شاید شد نماد ترانه انقلاب اسلامی ایران. گوش کنیم با اون. گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دارست. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید، پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟ گیرم که می کشید، گیرم که می برید، گیرم که می زنید. با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟ خسرو گل سرخی. 670 AM لس آنجلس. پیام شایانی هستم. من افتخار میکنم که بیشترین تعداد پرونده های تصادفات دوستان فارسی زبان رایتشر در دفتر ماست. من این باعث افتخاره برای من که میتونم در خدمت این دوستان باشم. دفاتر پیام شایانی با بیشترین میزان پرونده های دادگاهی و بیشترین میزان ستلمنت پرونده های میلیون دلاری به شهادت شما. من راننده لیفت هستم. یه بار که داشتم مسافرم و میبردم ایرپورت، توی 405 یکی محکم زد به ماشینم، منم زنگ زدم دفتر آقای شایانی و ایشون بعد از چند دقیقه با من تماس گرفت.
و برای من یه پرونده باز کردن. فردای اون روز رفتم آفیس آقای شایانی و با خودشون ملاقات کردم و ایشون برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای پرونده من انجام دادن و به یکی از دستیاراشون دستور کار لازم رو هم دادن. الانم پرونده من توی دادگاهه و در تمام جلسات مهم و کلیدی آقای شایانی و ساپورت ایشون همیشه همراه منه. فقط اینجا خواستم ازشون تشکر کنم به خاطر پرسونال اتنشنشون و دلگرمی که توی این مدت به من دادن. 818 777 777 777 Lucky 7. بنیاد هنر و انجمن دانشجویان ایرانی آمریکایی دانشگاه‌ها تقدیم می‌کنند. نمایش متولد 1361 کاری از نغمه سمینی نویسنده سریال شهرزاد با اجرا و کارگردانی آسیه زیایی. یک شنبه 16 فوریه ساعت 8 بعد از ظهر در مورگن ویکسن تئاتر واقع در 2627 بولوار پیکو در شهر سانتا مونیکا. تهیه بلیت bornin1361.eventbrite.com گالری عشق در وستوود کیو مارکت در ولی. تلفن آگاهی 310-4700-800. انجمن‌های پزشکی و دندانپزشکی ایرانی و آمریکایی به اطلاع پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و سایر متخصصین علوم پزشکی می‌رساند که این بار کنفرانس پزشکی خود را در سفر دریایی آموزشی و تفریحی از تاریخ 21 فوریه در کروز 3 روزه برگزار خواهد کرد. به شرکت کنندگان در کنفرانس پزشکی 6 ساعت کردیت کانتینیو ادویکیشن تعلق می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر با دکتر عطا ولی‌زاده با تلفن 310-227-0707 تماس بگیرید. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی Trust, Estate, Probate and Business Planning Attorney. دلایل اصلی برای داشتن تراست و استیت پلنینگ. اگر شما دارای خانه و یا ملک تجاری هستید، اگر بیشتر از 150,000 دلار در حساب مالی خود دارید، اگر فرزند زیر 18 سال دارید، اگر تازه ازدواج کردید و یا تازه طلاق گرفتید و یا اگر دارای بیزنس شخصی خود هستید، برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت پلنینگ و بیزنس پلنینگ با من علی طلایی با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید. 818-285-285-0 دفاتر در وودلند هیلز، وست لس آنجلس و ایروین. talaila.com 818-285-285-0. راستی گفته بودی مرغ میخوای بگیری؟ اینجا مرغاش خیلی خوبه. باور کن تا حالا نشده از هولسام چویس گوشت و مرغ بگیرم و تازه نباشه. چه خوب که گفتی ها. الان داشتم قیمتاشو نگاه میکردم. اصلا قیمت گوشت و مرغ به این ارزونی ندیده بودم. انصافا قیمتاش خیلی خوبه. راستی بریم خیارشورم بگیریم تا برات یه سالاد لوبیا درست کنم که حظ کنی. منم هم ماست گرفتم هم عسل که قیمتاش واقعا محشر بود. راستی از تیشا بهت بگم. تیشا؟ تیشا دیگه چیه؟ عزیزم تیشا برنجه، از دید من که بهترین برنج دنیاست. فروشگاه عظیم هولسام چویس در ایرواین ارائه دهنده مواد غذایی درجه 1 و کالاهای ممتاز همراه با طیف وسیعی از خوراکهای طبخ روز از کشورهای مختلف. 949-551-4111 949-551-4111 فروشگاه محبوب شما در ایرواین هولسام چویس. 670 AM لس آنجلس. یک نگاه، یک اندیشه. یاران، شهر لس آنجلس در این روزها مهمان و میزبان در واقع میزبان یک مهمان گرامی است که از آلمان به دیدار ما آمدند و فردا هم برنامه‌ای دارن که در اون مورد صحبت می‌کنیم، ولی حضورشون اتفاقا با تقارن با سالگرد انقلاب هم بسیار پرمعناست و از ایشون هم در این زمینه چند سوال خواهم کرد. مهمان ما آقای مهدی اصلانی هستند، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی که از سال 1363 تا 1367 در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند و شاهد زنده تابستان 67 و اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی ایران. ایشون تا امروز 2 جلد کتاب منتشر کردند، کلاغ و گل سرخ که مجموعه خاطرات خود ایشون هست از اون سالها، و بعد هم کتاب آخرین فرصت گل که مجموعه وصیت‌نامه های زندانیان سیاسی است که تازگی از خیلی هم تازگی نیست ولی خب تازه تر از جلد زمانی است که جلد اولی کتابشون کتاب اولشون منتشر شده بود.
برای همین هم فردا این کتاب رو در لس آنجلس برای دوستان میخونن و در موردش صحبت میکنن. از این فرصت استفاده کردیم و با آقای مهدی اصلانی گفتگویی میکنیم که ببینیم که در چه حال هستن و از ایشون هم در مورد اون سالهای 41 سال گذشته، روزهای بحرانی و ماهای بحرانی سوال بکنیم. آقای مهدی اصلانی، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سرشار گرامی، همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون. برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم، در خدمتتون هستم. ممنونم از اینکه در این فرصت کوتاهی که دارید دعوت من رو قبول کردید. آقای اصلانی، من چون در اول برنامه اشاره کردم به 41مین سال انقلاب اسلامی و یه تعدادی از نوارها اینهایی که برای مردم آشنا بود، صداهای آشنا رو پخش کردم، دوست دارم شما هم که در اون موقع در بهبوهه و در هیجان رویداد انقلاب و شورش ها و تظاهرات بودید، یه کوتاه به ما بگید که چه میکردید، کجا بودید، چه اتفاقاتی برای شما الان که پس از 41 سال ازتون سوال میکنم روشنتر از بقیه تو ذهنتون مونده. بله، مصادف با این روزها با 41مین سالگشت، یک آوار بهمنکش و ورود کسی که اهل هیچستان بود، با آمدنش به واسطه جوشانده مذهب، گردن خردورزی نحیف ایرانی رو به گمانم از گردن جدا کرد. به نوعی انتقام روحانیت رو از جنبش مشروطیت با شمشیر زنگ زده ولایت گرفت و ایران رو تا حد رذالت خودش تنزل داد. من در اون زمان خدمت سربازیمو داشتم انجام میدادم، جز رده اولین کسانی بودم که در یک شب مهتابی از محل خدمتم فرار کردم، ترک کردم تا به صفوف انقلاب بندم. اون شب در واقع تراژدی اون شب برای من این گونه است که هنوز روی در واقع رو من سنگینی میکنه اون آوارش. در همدان بود محل خدمت من، در حکمتانه که پایتخت مادها بود به یک معنا. شبی بود بسیار بسیار مهتاب روشنی بود. اون شبی بود که سراسری پروژه عکس آقا در ماه نمایان شدنش کلید خورد. کسانی در شهر در واقع شعاره به کوری چشم شاه عکس آقا تو ماه نمایان شده رو داشتند در واقع مطرح میکردن، رو از گلو فریاد میکشیدن و من متحیر در اون سن و سال 21 سالم بود به این صحنه نگاه میکردم. از اون میان کسی فریاد برآورد که با این عینک های کودکان که رنگی هست با اینا بهتر میشه عکس آقا رو تو ماه دید. اون تو اون لحظات تمام خرازی ها و مغازه ها هر آنچه از اون دست عینک داشتند در واقع عرضه کردند به کسانی که آقا رو بهتر در ماه ببینند. این تاریخ حکومت اسلامی، این 41 سال سرشار از زخم و اسارت انسان بوده. نمیخوام حرف آسون بزنم، مچگیری بکنم، شعوری که امروز فکر میکنم شعور هست رو بگذارم جای شوری که دیروز داشتم. من اگه 10 بار دیگر هم این فیلم فلشبک بشه و برگرده، دوباره همون کار رو خواهم کرد، چون اساسا چیزی که فکر میکنم امروز شعور هست رو نداشتم اون روز. به هر جهت این حکومت، این 41 سال به تمامی تاراج کننده همه مهتاب ها و طلوع ها بوده، قفس برای ما به ارمغان آورده و خوبه که جر نزنیم، دبه نکنیم و به تمامی سهمی که در اون اتفاق و اون رخدادی که به تمامی فاجعه بود برای ایران رو بگوییم. و من به سهم خودم این رو میگویم که اون چیزی که فرجام رخداد 57 بود، در حقیقت ایران رو به یک جایی برد فرای در واقع باخت سیاست. دو سر سیاست ایران باخت، چه چپش که نورالدین کیانوری بود، میخواست با آقا با راه روش غیر سرمایه‌داری به سوسیالیسم واقعا موجود برسه، چه راست این خط رو اگر بگیریم فرزن آقای کریم سنجابی و دیگر میلیونی که رفتند زانو زدن، کلاه از سر برکشیدن و دست آقا رو بوسیدن. به تمامی این باخت سیاست رو اگر بگذاریم کنار، ما دوچاره یک باخت عظیم فرهنگی شدیم، در یک دامچاله سیاهی فرو رفتیم که برون رفت از آن به آرزوی 41 ساله انسان ایرانی بدل شده. و تمام تلاشمو کردم تا به کوتاهی به پرسش شما پاسخ. بسیارم زیبا پاسخ دادید. فقط مسئله که تو ذهن من میمونه اینه که خب جوانا در سن 20 و 21 سالگی شور و هیجان دارن و این مشخصه، شما خودتون بهش اشاره کردید.
من برام جالبه بدونم شما مهدی اصلانی چه موقع، حالا این اون روز که قضیه ماه در خمینی در ماه رو دیدید یه تکونی خوردید، ولی چه موقع متوجه شدید و چه کسانی در واقع کینه به دل دارید یا کینه به دل دارید یا فکر میکنید که اونها بودن که نگذاشتن که راه درست رو بره، که اشتباه کردید و این اون چیزی نبود که میخواستید؟ ببینید، ما در یک در حقیقت گفتمان غالب در سراسر جهان در دورانی که اون رخداد شوم فرجام پیدا کرد، این انقلاب اسلامی، خب ببینید اون شعارهاش که مشخص بوده، رهبرش که مشخص بوده مذهبی بوده، شعارها مشخص بوده که مذهبی بوده، از سگانه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، از اون دو جزء اول که هر کس هر چیزی که دلش میخواسته استنتاج میکرده، فقط ضلع سومش که جمهوری اسلامی بوده واقعی بود. از یک جایی به بعد در حقیقت اون روند غیر قابل بازگشت شد، یعنی این بولدوزر شیعه و بولدوزر خمینیز وقتی که راه افتاد از میانه سال 56 به این طرف میتونم بگم اوایل سال 57 دیگه واقعا غیر قابل بازگشت شد. یه جور گناه جمعی رو من میتونم بگم تو این زمینه، کسانی که اون تودهی که اون شب در حکمتانه در همدان آقا رو در ماه دید چندان بهش حرجی نیست، بخش بزرگی از روشنفکری ایران قوس کرد، خم شد مقابل در حقیقت آقا و از زیر شنل اون در اومد، به دلیل اینکه در اون گفتمان و اون دوران که گفتمان عدالت بود در سراسر جهان، برخلاف امروز که ما با گفتمان دموکراسی مواجه هستیم، در گفتمان عدالت خمینی که از سال 42 در واقع بدن چرب کرده بود مقابل در حقیقت یک نظامی که به تمامی در حال فروپاشی بود، بدن خودش رو چرب کرده بود، برای روز مبادا در کشتی باستانی قدرت تونست این تمامی کسانی که نگاه ضد امپریالیستی و نگاه ضد شاه داشتند رو زیر شنل خودش در واقع جمع بکنه و از زیر این شنل بیرون بکشه. من فکر میکنم نمیتوان امروز در حقیقت دست کم تو این فرصت و در این مجال به اسامی مشخصی اشاره کردیم ما این تقصیر این افراد بوده، یک گناه جمعی در حقیقت و یک خودزنی جمعی رو بیشتر من برش تاکید دارم تا اینکه بخوام نقش افراد رو بخوام اینجا برجسته بکنم. ممنونم از لطفتون. امیدواریم که فردا که شما در شهر سانتا مونیکا در سالن اجتماعات کتابخانه شهر سانتا مونیکا سخنرانی دارید و در مورد قرار است که در مورد کتاب آخرین فرصت گل صحبت بکنید، امیدوارم فرصتی باشه که در مورد به مناسبت همزمانی با سالگرد انقلاب صحبتی هم در این زمینه بکنید و فرصت بیشتری باشه که کسانی که اونجا حاضر هستن با شما به پرسش و پاسخ هم بپردازند، چون شما یکی از شاهدای عینی و همینطور زندانی سیاسی اون زمان بودید و بسیاری چیز دیدید و شنیدید و میتونید برای نسل جوانی که نبوده اون موقع و الان علاقمنده بدونه چه اتفاقاتی افتاده مسائلی رو روشن بکنید. آقای مهدی اصلانی، در مورد فرقان بفرمایید که برنامه‌تون چیه و چه کار خواهید کرد در ساعت 1:30 بعد از ظهر؟ همونطوری که اشاره فرمودین کتاب آخرین فرصت گل رو من صحبتی که من فردا خواهم داشت در کتابخانه سانتا مونیکا، نقش ادبیات در زندان و زندان در ادبیات با نگاهی به کتاب آخرین فرصت گل. کتاب آخرین فرصت گل همون گونه که بیشتر در یکی از برنامه‌ها با جناب علی من گفتم در یکی از برنامه ها، این کتاب شامل وصیت‌نامه ها، نامه ها، نقاشی ها، دست نوشته ها، گلدوزی ها، مجسمه های زندانیان سیاسی و به خاک افتادگان جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر سامان یافته. در واقع این کتاب دست نوشته ها و وصیت‌نامه های حدود 140 تنی که آرزوهاشون توی جغد مکانی که زندان اسلامی باشه بر جای نهادن و رفتن. در این کتاب طیف گوناگونی از زندانیان اعدام شده رو من در واقع اونقدری که توان من بود و اونقدری که تونستم جمع‌آوری کردم، از وصیت‌نامه خانم فرخرو پارسای وزیر آموزش پرورش حکومت پهلوی گرفته تا بهائیان اعدام شده در دهه 60 و نیز زندانیان مجاهد، چریک، توده‌ای. موضوع کتاب ثبت آثار قلمی و دستی اعدام شدگان و جان سپردگان دهه اول انقلاب بود. بسیار کار فوق‌العاده‌ای کردین، خوبی کردین و درستی کردین آقای اصلانی. کتاب رو من دارم و خوندم و واقعا این سندی است،
سند یک جنایت و یک فاجعه که در ایران رخ داده و باید برای آیندگان بمونه. مثل اینکه دستاندرکار یک کتاب دیگه در ادامه همین برنامه هستید، همین پروژه هستید، درسته؟ بله، من بعد از این کتاب در حقیقت موضوعی رو که انتخاب کردم و روش دارم بیش از یک سالی که دارم روش کار میکنم، این بار من رفتم سراغ خانواده ها، یعنی به جایی که من سراغ زندانیان رفته باشم رفتم سراغ خانواده ها. خانواده هایی که در دهه اول انقلاب به ویژه در دهه 60 در اون دوران به تمامی سیاه که هر اونقدر که نورافکن و نور میندازین هنوز ته تونل دیده نمیشه، اون چی که بر خانواده ها رفته رو دستمایه کتاب دیگری قرار دادم که تا دو سه ماه آینده حتما منتشر خواهد شد، مراحل در واقع فرجام نهاییش رو کتاب میکنه. این کتاب در واقع موضوعش پرداختن به روایت، یعنی روایت های کوتاه خانواده هایی که درگیر زندان بودن در دهه 60 در دهه اول انقلاب. خیلی سپاسگزارم ازتون. فردا دوستان به دیدار آقای مهدی اصلانی میریم در کانون، برنامه ایست که از طرف کانون سخن گذاشته شده، از سوی کانونی که واقعا در این 40 سال همینجور با پایداری و مقاومت فراوان مونده و برنامه هاش رو ادامه میده، از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر یک شنبه فردا 9 فوریه در سالن اجتماعات کتابخانه شهر سانتا مونیکا واقع در 601 بولوار سانتا مونیکا، و اونجا پارکینگ هم مفصل وجود داره و فرصت مغتنمی است که به دیدار آقای اصلانی که از آلمان به اینجا آمدن بریم و سخنانیشون رو بشنویم. به امید دیدار شما در برنامه فردا آقای اصلانی. سپاسگزار شما هستم از فرصتی که در اختیارم قرار داد. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودیان. بله آقای فریبرز داوودیان، صبح شما بخیر. مدتی از شما بی خبر بودیم آقای داوودیان، کجا بودین؟ صبح شما بخیر. من فکر کنم آخرین باری که من از در مورد آقای ترامپ یه چیزی گفتم دیگه برای بایکات کردن همه ایرانی‌های مستقل. نه گمان نمی کنم، به توان طرفداران آقای ترامپ خیلی هم از شما خوششون اومد. بله برای من حتی بعضی ها تو خیابون نگه بوس میفرستن ماچ میفرستن بولی. شما خوبین؟ دلم تنگ شده بود. منم دلم برای شما تنگ شده بود، ولی یه چیزی گفتین که برای من جای سوال آورد. بوس میفرستن ماچ میفرستن براتون، ماچتون که نمی کنن چون این روی الان اولا که خیلی فصل بدیه برای ماچ کردن، ولی اصولا این ماچ کردن های نمیدونم ماچ کردن من فکر میکنم این عوض میشه خانم سرشار. این برنامه ماچ کردن متاسفانه یا خوشبختانه تا چند سال دیگه که دنیا هی پر از بیماری های عجیب غریب مثل نمیدونم این مرض چیه اومده، من مخصوصا کرونا به قول شما که واحد پول دانمارکه، من بگمونم که پولی قرار به ما بدن. این کم کم مجبور میشیم ما دیگه اینقدر همدیگر رو مچوبوسه نکنیم. من میترسه مخصوصا خداییش من یکی دو دوست چینی دارم، من اصلا خونه شونم دیگه نمیرم. برای دستان یه اسباب بازی سفارش داده بعد نرسیده رو آمازون، هی دیر شده و میگه که دستانم داره به من اینجا علامت میده که بگین تولد منه، امروز تولد دستانه. به 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 تولدش مبارک، قربونش برم. چند ساله شد این آقای دستان؟ ایشون 8 سالشون شده ولی رفتارشون مثل 18 ساله هاست. آره دیگه میگه میخوام زن بگیرم هی ماچش کنم. میگم خانم سرشار اسباب بازی و سفارش داده سوکل نیمده از چین، میگه از چین میاد طول کشیده. من میگم بابا آدم میترسه اسباب بازی از چین بخره، یه وقت میبینین یکی که اینو ساخته تو کارخونه یه بیماری کرونا داشته، یه وقت دست میزنیم ما از اسباب بازی مریض میشن، یه اونم سفارش ندیم. شما چقدر معتقده جانم بفهم شما بفهم نه شما بگید نه من اصلا میخواستم یه سوال دیگه بکنم، حالا بعدم بفهم بفهمه شما بفهم. آها سوال بعدم. بله میگم که این مسئله به قول شما ماچ و بوسه رو ما ایرانی ها چی کارش باید بکنیم؟ از نظر اتیکت شما که این همه آدم میبینین و مرتب در مجالس حضور دارین،
کیو باید ماچ کرد کیو نباید ماچ کرد؟ قانونش چیه؟ والا به نظر من هیچ کسی که نباید ماچ بکنه. ما اصلا در ایران ماچ و بوسه بین غریبه و دوستان اینا نداشتیم. توی مجلس که میرفتیم همه میگفتیم سلام، دست رو سینما میگفتیم سلام سلام سلام، میرفتیم میشستیم. من نمیدونم از کی در امریکا این رایج شده که مرد و زن و دوست نزدیک و دوست آشنا. آقا شما میرید توی مجلس، من که زهرم یه از دور میبینم یه آقایی داره میاد که خب حالا یه دو دفعه باش سلام علیک کردی، یه جوری میاد طرفت که بله، بعد میبینی که تصمیم بوده که ماد یه ماچ هم بکنه. آخه این چه رسمیه بابا جان، این ماچ رو بوسه کردن. من مثلا وقتی آقای سرشار اونجا وایس بودن دارن نگاه میکنن. نه اصلا، اون قضیه که به جای خودش، اون یه مسئله دیگه، مسئله ناموسی اینا رو میذاریم کنار. ولی اصولا در فرهنگ ما ایرانی ها قد ماچ رو بوسه نبود. این از کجا یاد گرفتیم؟ شما میتونید بگید امریکایی ها قد ماچ نمیکنن، از کجا اومد؟ امریکایی‌ها تا حدی ماچ، مثلا غریبه و اینها، ماچ بین زن و مرد در امریکایی‌ها تا حدی میشه گفت که رایج تر بوده تا ایران زمان قدیم تر به قول شما، چون اینا یه آزادی به بیشتری زمان، اون حجب و حیا ایرانی ها ندارن، اون خجالت ما ندارن. ولی راست میگی شما، ما ایرانی ها چون که استاد ترویج فرهنگ های خارجی هستیم، درست میگم فارسی؟ درست. بسیار. ما این موضوع ماچ رو به جایی رسوندیم که به قول شما، مثلا شما اگر باغبوره تونم که سیاه خوره فردا بیاد بگه میزی زرشر یه بوس هم ازتون بگیره. امیدوارم که خوشتیب باشه. اقلی نه بابا، اصلا بیاید یه دونه کارزار را بندازیم من و شما از این رادیو، بگیم آقا دیگه هم دیگه ماچ نکنه. اولا همین حرفشی که الان میزنیم دیگه، کسی طرف شما نمیاد، طرف منم نمیاد. حالا شما ممکنه خوشحال نباشید. نه من نگفتم، من موافقم که بانوان عزیز رو هر چی میخوان من حاضرم ماچ و بوسه باهاشون بگیرم. اگه بانوانی مثل من باشن که کهیر میزنن از این ماچای بیخودی که توی مهمونی ها میشه، چیکار میخواید بکنید؟ شما رو که من خط زدم از این شد. یک دنیا ممنون. مطلق نه آقا، نگید بایکات دیگه، بگید احترام میذارم به خواست. راست میگیم. اما نکنه که خانم سرشار تو این فیلم ها دیدین که یه دفعه سرنوشت عوض میشه، مثلا ممکنه من دو سال دیگه شما رو یک جا میبینم و یک افسردگی به خصوصی پیدا کردید، چون همه تو مجلس دارن همدیگر ماچ میکنن و کسی طرف شما نمیاد. بعد میگین که فریبوز، من حس میکنم که ایزوله شدم و دیگه جزوی جامعه نیستم. یعنی فکر میکنین نمیشه؟ یعنی فکر میکنین من و شما نمیتونیم یه همچی تغییر کوچیکی رو تو جامعه کوچک خودمون، جامعه ایرانی خودمون بذاریم که آقا تو مهمانی که وارد میشید همه قرار نیست همه رو ماچ کنن؟ من قرار بود امروز من شما رو بخندم، شما من رو از قدر روده بار کردید. ماشاءالله به این سنصافی مورتون. خب اینو پیغام ما میدیم پس به دوستان. خب. من و شما به عنوان دو شخصی که، یعنی من که افتخار اینو داشتم که در این برنامه حضور پیدا کنم و صدامو دیگران بشنون، شما که البته صاحب نظر مطلق هستید، ما خواهش میکنیم از هموطنان عزیز که من میگم بی ربط ماچ نکنم. آفرین بی ربط، بله قبول. نه اینکه اصلا ماچ نکنم، بالاخره دو تا دوست نزدیک بعد از این مدتی همدیگر رو میبینم ماچ میکنم، ولی بی ربط. فامیل چی؟ مثلا میگیم از سکند کازین به اون ورتر دیگه لازم نیست ماچ کنن. خوبه بچه و نوه و اینا رو که ماچ میکنیم، شوهر و بچه ها رو هم، بچه های کوچیک هم که قریبا نباید ماچشون کنن. آخه اونم درست میفرمایید. ببینید یه چیزایی هستش که دیگه، بعدم این رویه‌ای که الان یه دی به جای دست دادن مشتشون میارن جلو به طرف مشت میکنه، بعد مشت به هم میزنن، خب قیافش قشنگ نیست، مثل اینکه دارم به هم دیگه مشکاری میکنم به جای دست دادن. ولی حداقل از نظر نظافت عمومی یا امنیت سلامتی عمومی یه دی میترسن دیگه با این مشکلات و تمام این میکروبایی که وجود داره، اونم کار بدی نیستش. ولی حالا شما منو به فکر انداختید که من اگه دو ساله که من فیست بامپ درسته. آره. من اون کارو میکنم مرتب. آره شما این کارو کار. بله. میدونین دیگه چی خیلی قشنگه به نظر من؟ چی؟ ما اگه دماغامونو مثل اسکیما، اونم شما سخته برای تو مجزم کنید، یا آقای دکتری شما رو در مجلس میبینه چون گفتید ماچ نکن، نوک دماغش رو ممکنه با نوک دماغ ما واسن قلقلک بدن. نه آقا، اگه قرار باشه که قانون بگذارن که دماغ به هم بمالید، هم ماچ بده. ماچ ترجیح. حالا پارت 2
اینو که من میگم دیگه این اصلا چیزش انقلاب میشه در جامعه ما. بفرمایید. دوستان ایرانی مخصوصا آقایون باید دقت و توجه بکنند که دیگران نباید بوی اتکلن اینها رو تمام روز با خود به همراه داشته باشند. یعنی اینکه دوستان عزیز، این ایرانی ها فقط این کارو میکنن، اتکلن میزنن کف دستشون، خام سرشا خب دو دست، بعد تق 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 میزنن به صورتشون. اینو کی اختراع کرده؟ اولا که خودشون اتکلنی که خریدن ممکنه مثلا بهترین مارک نباشه، شاب دولزیمی میگفتن ایران درست، مثلا کپی تام فورد و دانتان خریدن بطری $3، این یه پرابلمه، این یعنی یه بوی گندی میده برای شروع. بعد اینو میزنن دوور صورت، این بو میمونه روی اینا، بعد میچسبه به اون که ماچش میکنن. آفرین، باور کنه خواهی سجا لب میسوزه از این میزان اوتو به جا من شده که لبم آتیش گرفته. و بعد با شما دست میدن و این دستیه که توش یک تشت اتکلن ریخته شده بوده و شما میبینید که هرچی دستتون رو میشورین این بو نمیده و تمام روز شما بوی آقای اکس یا وای یا زی رو میدین که همیشه از بوی اتکلنش متنفر بودید. قیافه طرفم همش بیاد جلو چشتون. حالا در فرصت کوتاهی که داریم بفرمایید شما راه حلشو، بفرمایید اتکلن رو باید چجوری بزنن که بقیه به بقیه نچسبه. اتکلون اولا که من سالهاست خودم نمیزنم، اصلا مخالفم با اینکه انسان از در وارد بشه بوی یک شاندولی چی میگن از این شمعای بودا رو اتاق بزنه، انسان که دوید اونجوری بوده. من با مدود خانوم ها موافقم که در واقع میگن دو قطره کوچک روی پشت گوش میزنن که نبض اون گوش که میزنه این بو به طور طبیعی پراکنده میشه. به صورت نمالن، کف دست نریزن و از همه مهمتر اگر هر روز دوش بگیرن دوستدار عزیز، اصلا نیازی به اینقدر اتکلن نیست. پرابلم بعدیده که این دوستان بعضی وقتا اتکلن سه روز رو صورتشون رو هده. خب خیلی حال مردم رو خوب کردی، ماچ نه اتکلن نه، طبیعی سلامت. مرسی طبیعت با بهش دارید. مرسی فریبورس، روزتون خوش. روز شما خوش. روز منی که خوش کردی با اعلام. خدا نگهدار. پیام شایانی هستم. من افتخار میکنم که بیشترین تعداد پرونده های تصادفات دوستان فارسی زبان رایتشر در دفتر ماست. من این باعث افتخاره برای من که میتونم در خدمت این دوستان باشم. دفاتر پیام شایانی با بیشترین میزان پرونده های دادگاهی و بیشترین میزان ستلمنت پرونده های میلیون دلاری به شهادت شما. من راننده لیفت هستم. یه بار که داشتم مسافرم و میبردم ایرپورت، توی 405 یکی محکم زد به ماشینم، منم زنگ زدم دفتر آقای شایانی و ایشون بعد از چند دقیقه با من تماس گرفتن و برای من یه پرونده باز کردن. فردا اون روز رفتم آفیس آقای شایانی و با خودشون ملاقات کردم و ایشون برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای پرونده من انجام دادن و به یکی از دستیاراشون دستور کارهای لازم رو هم دادن. الانم پرونده من توی دادگاهه و در تمام جلسات مهم و کلیدی آقای شایانی و ساپورت ایشون همیشه همراه منه. فقط اینجا خواستم ازشون تشکر کنم به خاطر پرسونال اتنشنشون و دلگرمی که توی این مدت به من دادن. 818 777 777 777 Lucky 7. مژده به ایرانیان ساکن آمریکا. شما شانس برنده شدن $500 در هفته رو دارین. هر پنج شنبه ساعت 6 عصر به وقت کالیفرنیا قرعه کشی انجام میشه. شرایطش چیه؟ خیلی ساده است. اول از همه پیج اینستاگرام InReachFIN رو فالو کنین و هر هفته با لایک کردن حداقل یکی از پست‌های صفحه InReach 5 نفر دیگر هم منشن کنین. به همین سادگی شما به طور اتوماتیک وارد قرعه کشی اون هفته میشین. قرعه کشی هم به صورت لایو از همون پیج و پیج آریان آندرلاین اقبالی آندرلاین CEO پخش میشه. شانستون امتحان کنین. اطلاعات بیشتر در پیج اینستاگرام InReachFIN. InReach Financial معتبرترین نام در عرصه ترمیم و بهبود کردیت شخصی و بیزنس. 1800 اقبالی 1800 344 22 54.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه 14 و شنبه 15 فوریه به مناسبت ولنتاینز با شهرام سولتی. تو عزیز جونی، جونم بسته به جونت، منو عاشق می کنه نگاه. For more information please call 818-699-9000, 818-985-5800 or visit emperorent.com and kabaretehran.com. همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر جمشید بهارور متخصص بیماری‌های داخلی در مورد کرونا با شما صحبت خواهند کرد. 310-828-6868 310-828-6868 KIRN Simi Valley Los Angeles 95.5 FM HD3 صبحانه با هما سرشار. خب یاران، به بخش دوم برنامه امروز شنبه 8 ماه فوریه سال 2020 میلادی برابر با 19 بهمن ماه 1398 خورشیدی خوش آمدید. با ما باشید، چای بعدیتون رو بریزید تا برنامه و گفتگوی بعدی رو خدمت شما تقدیم کنیم. در محضر استاد سفر یادت نیست، ناله ناخوش از شاخه جدا ماندن من، در شب آخر پرواز خطر یادت نیست، تلخی فاصله ها نیست به یادت مانده است، نیزه برباد نشست است و سفر یادت نیست، یادم هست یادت نیست، یادم هست یادت نیست. خب همه شما میدونید که مهمان این ساعت برنامه من کیست. آقای شهریار قنبری، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، نمایشنامه‌نویس، فیلمساز، روزنامه‌نگار، مجری برنامه‌های رادیو تلویزیونی و خواننده‌ای که نامش برای همه شما آشناست، ترانه‌هایی که سروده و خوانده بیش از بارها و بارها در ذهن و فکر شما آمده و رفته و شنونده دائم برنامه‌های رادیوی او هم بودید به دلیل کار فوق‌العاده‌ای که در اجرا و تهیه برنامه رادیویی داشته و یا هر کاری دیگری که شهریار قنبری دست بزنه به اون، کاری استثنایی خواهد بود چون با تمام عشق و با تمام وجود این کار را انجام میده و من خیلی خرسندم که مهمان این ساعت برنامه ما ایشون هستن. آقای شهریار قنبری، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز، لطف کردید منو دعوت کردید به برنامه خوبتون و همین که منو خجالت دادید با کلمه های پرمهرتون، سپاسگزارم. خواهش میکنم. من سپاسگزارم که دعوت منو قبول کردید. همواره به عنوان کسی که کارهای شما رو دنبال میکنه، از توجهی که به مسائل مختلف ادبی و هنری دارید و از اینکه دغدغه شما این هستش که به بهترین صورت هرچه که از دست هنرمند برمیاد به برای مردم عرضه بکنه، به بهترین صورت عرضه بکنه، برای من جای احترام خیلی زیادی دارید. هم در مقام روزنامه‌نگار، هم در مقام ترانه‌سرا، آهنگساز و هر کاری که میکنید با وسواس، با دقت و به صورت خیلی حرفه‌ای انجام میشه و خیلی خیلی خوشحال شدم موقعی که خوندم که تصمیم گرفتید کلاس‌های ادبی بگذارید و آنچه که تجربه آموخته در این سال‌ها رو به نسل جوان بدید، تحویل بدید و اونها رو آموزش بدید، آموزش درست. چطور شد که تصمیم گرفتید کلاس بگذارید آقای قنبری؟ چی شد مثل که از دست دادیم بشون؟ این کار رو من به شکل آنلاین انجام میدم، اما بعد فکر کردم که چه بهتر که کلاس حضوری هم داشته باشم، برای اینکه رو در رو شدن با دوستان و همسرزمینان یک لطف دیگه ای داره و نتیجه بهتری داره. این است که به همت
دوستانی در پارس کوالیتی سنتر تصمیم گرفتیم که از همین ماه فوریه از 16 این کلاس ها رو برگزار کنیم دو بار در ماه، که ورودش هم برای هر علاقمندی آزاد است و بعد ثبت نام بکنن و بیان دیگه. بله. یک شنبه ها ساعت 5:30 بعد از ظهر، هر دو هفته یک بار. 5:30 بعد از ظهر، 5:30 بعد از ظهر. حالا من سوء استفاده خواهم کرد در انتهای گفتگو، شماره شون هم اگه اجازه بدید در اختیار هم میهنان بگذارید. اصلا سوء استفاده نیست، همین الان بفرمایید تا دو مرتبه در پایان برنامه یه دور دیگه میگیم برای کسانی که قلم خودکار نداشتن دستشون. شماره شون هست 818-616-3091. این شماره مرکز برابری پارس برای ثبت نام و اطلاعات بیشتری. بله دقیقاً. و کلاس ها از 16 فوریه آغاز میشه. قصد دارید در این کلاس ها چی به کسانی که در کلاس شما می نشینن و میخوان از شما یاد بگیرن درس بدین آقای قمر؟ من فکر میکنم در آغاز یک مقدمه خواهیم داشت بر هنر. تلفنشون هی مرتب قطع میشه. چه کنیم با این مشکل؟ میخوای تلفن دستشون رو بگیری؟
آقای قنبری شما رو داریم؟ میشنویم صداشو ندارن. آقای قنبری صدای شما رو داریم الان؟ بله. یک دونی عرض میخوام، نمیدونم چطور اون تلفن زمینی شما وسط حرفتون قطع میشد. حالا فکر میکنم که بچه‌سی من خانم نخواهش میکنم. بالاخره کوشش کردیم پیداتون کردیم و در این فرصتی که شما دنبال شما میگشتیم ترانه یادم هست یادت نیست و ما کامل پخش کردیم. از شنوندگان خیلی خوب. داشتید میگفتید که راجع به کلاس میگفتید که صداتون قطع شد، شروع کردیم به صحبت. بله. که میخواید چیکار کنیم؟ بله. میگفتم که در آغاز یک مقدمه خواهیم داشت بر هنر. هنر اصلا چه نقشی بازی میکنه در زندگی ما؟ چقدر میتونه مؤثر باشه؟ چقدر میتونه زندگی تحمل زندگی دشوار رو آسان بکنه؟ این آغاز کار ما خواهد بود. و بعد رفته رفته میرسیم به هنری که من عمری رو به پاش ریختم و موسیقی و ترانه هست. کم کم به اون نزدیک میشیم. میخوایم که علاوه بر این که کوشش کنیم انسان هایی که مستعد هستند رو در این کلاس ها شناسایی بکنیم و بهشون کمک بکنیم که بیشتر با این هنر آشنا بشن، اما برای دیگران هم که نمیخوان احیانا ترانهی بنویسن در زندگی، میکوشیم که شیوه بهتر بیان کردن خودشون رو پیدا کنن و یاد بگیرن. چجوری خودمون رو بیان بکنیم، بهتر بیان بکنیم. اگه یک نامه می نویسیم به کسی، اگر می خواهیم درباره خودمون حرف بزنیم یا یک قصه تعریف کنیم، از فیلمی که دیدیم حرف بزنیم، چطور این کارا رو می تونیم بهتر انجام بدیم، چگونه نزدیک بشیم به فونتیک، به آواشناسی، هر متنی رو بهتر بخونیم. در کل یک چنین کاریست. چقدر هم کار لازمیه، برای که خب شما اهل قلمید، منم اهل قلمم، برامو شاید نوشتن سخت نباشه، ولی من موقعی که میبینم که یه گروهی هستن که خب فارسی صحبت میکنن، فارسی خوندن، تحصیل کردن، ولی میخوان واقعا یا یه نامه بنویسن یا یه چند کلمه ای رو برای یه تشکر به یه کسی، یه کارت بفرستن، میمونن که چگونه اینو بنویسن. بعد متوجه میشم که مثل که نوشتن کار سختیه. خیلی سخته، خیلی سخت، برای اینکه از آغاز کار نکردیم دیگه. اولا درس نگرفتیم، نه در مدرسه نه بیرون، و الان متاسفم که اینو میگم، اما نسل جوان بدترم شده دیگه. خیلی دیگه املا و انشا هر دو خراب. و کسی هم کاری نداره بهش. اصلا یه بخشی که دوست دارن و مد شده که املا رو به عمد به اشتباه بنویسن، یعنی املا یک کلمه ها کاملا زیر و زبر شده و یک جور شده. از ایران اومدین، از نسل جوان ایران، شما فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاده آقای شم قنبری برای مردم در ایران، برای جوان ها؟ یه جور واکنشه و برها یک جوری باید آدمی که مدام تحت فشار خودشو خالی بکنه، و بعد سطح همه چیز پایین تر آمده به دلیل رسانه های بد، یعنی به دلیل تولید برنامه های بد توسط رسانه ها و نپرداختن به امور جدی. هیچ ایرادی نداره که شما نمیدونم ترانه های زیرزمینی پخش بکنید، نمیدونم آقای تتلو پخش کنید، بخشیست از حقیقت جامعه دیگه. ولی وقتی ایراد پیدا میکنه که طرف مقابلی نباشه. نه متوجه. یعنی شما باید به هر دو بخش بپردازید دیگه، هم به بخش جدی بپردازید هم به بخش شوخی. به من اینو بارها به رسانه هایی که بودجه های دولتی دارن رد میکنم که آقا شما که بودجه دارید و میتونید بپردازید به هر دو، چرا این کار رو نمی کنید؟ چرا ساده؟ فقط وقتی میاد به سراغ منی که مثلا کار جدی تر می کنم
فقط وقتیست که احیانا کسی مرده، هواپیمای سقوط کرده، قضیه جدیتر شده، ساعت سنگینیه، فقط اون موقع میایید. خب در موارد دیگه هم بپردازید به کار جدیتر که نسل جوان عادت بکنه، یعنی بدونه که مقوله دیگری هم هست، ترانه جدی وجود داره، کار جدیتر وجود داره. کارهای جدی مثل کارهایی که شما انجام میدید آقای قنبری و همکاران دیگرتون که خودتون میدونید با شما همراه هم در اینکه کار جدی درست میکنن، اینها بهترین نمونهش از این که مورد اقبال مردم کلن قرار میگیره این ماندگاریشه. اونایی که دمید. شوخیه میاد و میره، چند روزی نوبت اونهاست، ولی آنچه که میمانه و در ذهن عمومی و در ذهن کلی مردم خواهد موند به عنوان هنری که الان مورد علاقه است و مورد استقباله و اقباله، کاریست که کار جدی بوده از طرف خواننده، از طرف ترانه‌سرا، از طرف آهنگساز و از طرف حتی تولید کننده. و شما یکی از اونها هستین که کارهاتون ماندگاره برای همیشه. امروز آقای قنبری که ما داریم با هم صحبت میکنیم، سه روز مونده به سالگرد انقلاب اسلامی، 41 سالگرد انقلاب اسلامی، برنامه‌ای که از اول شروع کردیم یه مقداری به آرشیو مراجعه کردیم به اون دوران، و بعد از مهمانان برنامه هم خواستم که با هر کدومشون صحبت کردم که به ما بگن که اگر از شما الان سوال بشه که 41 سال پیش در این دوران در این روزها چه اتفاقی افتاد که بیش از همیشه بعد از 41 سال هنوز تو ذهنتون مونده و هنوز موقعی که میگن انقلاب اسلامی ایران، کدوم رویداد، کدوم روز، کدوم واقعه، کدوم سخن به نظر شما میاد که میتونید به ما بگید، چی میگید جواب ما رو؟ من یاد دارم که با کنجکاوی و با شور و با حیرت و همه این صفات عجیب و غریب وقتی کنار هم می نشینن، از آمریکا برگشتم به ایران بعد از حادثه 17 شهریور. در اون تب اون روزها و پیام های دوستان از ایران که آقا حادثه عجیبیه و باید شرکت بکنیم، من برگشتم ببینم حادثه از چه قراره. و یعنی همه اون روزها رو من تجربه کردم از نزدیک. آنچه که برام خیلی سنگین و عجیب بود، علارغم حدس بخشی از مردم که فکر میکنن همچنان ما مقصریم به دلیل نوشتن ترانه های جدی، ترانه های هنری به باور من، که اصلا اینجوری نیست، یعنی یه بخشی همچنان فکر میکنن ما مقصریم در این حادثه به دلیل کارهایی که کردیم، یعنی باید دوباره تنبیه بشیم، در حالی که اینجوری نیست. منم یکی از میلیون ها ایرانی شاهد اون روزها بودم و بعد وقتی که بختیار به نخست وزیری رسید که خیلی هم شاید دیر بود، من به سهم خودم خیلی خوشحال بودم که چون یک دلشورهی با من همیشه بود از صبح تا شب، وقتی که خیلی چیزها رو می دیدم که اذیت هم می کردن، مثل اعلامیه های بد با نصف بد پر از، یعنی پیدا بود پر از دروغ، لیست های مشکوک، همه اون داستان های اون روز، اون هجوم اطلاعات مشکوک و اینکه ناگهان خیلی از پیرامون، خیلی از آدم های پیرامون من تبدیل شدن به آدم های دیگه. و من یادم که از خیلی هاشون میپرسیدم که خب تو که مثلا معتقدی به یک فلسفه دیگه، به یک جهان بینی دیگه، تو برای چی مثلا شب میری عزا اکبر میگی؟ اون این مفهوم دیگه داره و من میخوام حضور رو داشته باشم، یعنی یک حالات عجیب و غریب
انگار آدم های خواب زده از وسط یک کابوس آمدن بیرون. میدیدم که کسی که چپه یاری داره فاطمه هست دکتر شریعتی رو حمل میکنه، چون نمیخونه که، عادت به خوندن کمتر داریم. بعد در وسط این نمایش عجیب روز به روز ما فرو رفتیم. تصویری که من خیلی آزار داد، یعنی هنوز میبینمش، این بود که من از پشت پنجره خانه مادرم به خیابون نگاه میکردم. روزی بود که زندانی ها رو آزاد کرده بودن، این صورت ها توی خیابون و همه اون تصویر برای من یک زنگ خطر شگفت‌انگیز بود. اول آمدم بیرون، یه پسر بچه رفت، مرد ارتشی هم داشت راه میرفت، نزدیک شد محکم زد تو گوشه. تنهای از این دست خیلی من آزار میدادن، برای اینکه از خودم میپرسیدم که این اون رویایی که احیانا خیلی ها و شاید خود ما داشتیم از یک جامعه بهتر، از یک جامعه باستر نیست. یعنی شباهتی به اون رویا نداره. و روز به روز متاسفانه دیدم که همینطوره. و بعد سرنوشت بختیار و اون روزها و اینکه فقط چند قلم به کمک او شتافتند و از او حمایت کردند، خب نشون میده که در چه شرایطی بودیم. و بعدم که دیگه من از سر آمدم بیرون و چنان درست که مادرم رو هم ندیدم، خواهرانم رو هم ندیدم، ولی این کار رو به این خاطر کردم که خود شاعر، خود آرتیست رو نجات کردم. یعنی میدونستم که سرنوشت غم‌انگیزی پیش رو خواهم داشت، به همین خاطر برای نجات خود، یعنی برای نه نجات خود، برای نجات شاعر، گفتم که باید سرزمین رو که مادری رو که از همه شهر دوست می‌دارم رو هم ترک بکنم. چه موقعی از ایران خارج شدین آقای قنبری؟ من دو بار خارج شدم. یک بار وقتی که اجازه دادن مردها ایران رو ترک بکنن، اینجوری بود دیگه. اون بار آمدم بیرون و میخواستم که بیام به آمریکا. بعد یک روز رفتم برای خریدن بلیط، دیدم که شلوغ آژانس بلیط شده. گفتم حالا مثلا از اون حالت حالا از شنبه شروع میکنم، فردا گروگانگیری سفارت آمریکا و ویزاها و باطل شدن ویزاها. بنابراین نشد، برگشتم به ایران. باز دوباره پیام های دوستان که آقا اینجوری نیست و ناامید نباش و نه ما نخواهیم گرفتن این حرفا. برگشتم ولی به محض اینکه به فرودگاه رسیدم دیدم که نه، دوباره اون کابوس آمد و نمیشه. بنابراین شال و کلاه کردم، رفتم به شماره که همیشه دوست میداشتم و خلوت من بود، بیشتر کارا من اونجا نوشتم، کاری که در ایران ساختم. رفتم به اون، چند ماهی در شمال موندم و یه مجموعه درست کردم به اسم اگر هم دوست دایر بودن، که فکر میکنم نخستین آلبوم محمد باشه که در اون دوران نوشته شده. و یکی از ترانه‌های اون آلبوم هم لالالالای بچه گونه لاله است که هنوزم مانده. بله. و بعد آمدم به تهران، ضبط کردم تو اون شرایط که همه اصلا حیرت میکردن که برای چی میخوایی ضبط بکنی وقتی نمیتونی پخش بکنی، حالا برای ضبط میکنی. که بعد با همون آلبوم
دیگه برای تا الان آمدم بیرون دیگه. یعنی دوباره آمدم بیرون و رفتم فرانسه. در اون روزایی که اصلا نمیشد ویزا پیدا کرد نه بیچی، یعنی خیلی بد، خیلی تر. بله متوجه هستم، یادم هست. برگشتم به فرانسه تا این روز دیگه که اینجا در خدمت هستم. ممنونم از لطفتون. سفر حیرت انگیزی بود. بله میتونم برای همه ما این هر خاطر بله. هر کسی خاطره خاص خودشو داره آقای قنبری. دلم بخواد که یه دفعه در استودیو با هم صحبت بکنیم. کیفیت صدا امروز اونچنان که من خودم دلم می‌خواست و شما دلتون می‌خواست خوب نبود، حتی با تلفن دستیتون هم گاهی، ولی به کلمات ما حرفتون رو شنیدیم، ولی گاهی اوقات یکی دو تا کلمه رو فکر می‌کنم آره نه خواهش من فکر می‌کنم یه مشکلی در وایفای شما بوده، ولی دوست دارم که دفعه دیگه که با شما صحبت می‌کنیم محبت کنید به استودیو بیاید و با هم بشینیم مفصل یه گپ مفصل بزنیم. خیلی ممنونم. دوستان یادآوری میکنم که مدت دوره 6 جلسه آقای شهریار قنبری در مرکز برابری پارس از 16 فوریه شروع میشه، هر دو هفته یک بار، 16 فوریه اول، 15 و 29 مارچ و 5 و 19 آوریل. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره 818-616-3091 تماس بگیرید. محل مرکز برابری پارس 4954 بولوار ون نایس هست، سویت 201 در شهر شرمن اوکس. به دیدار آقای خواهش میکنم. چرا من یه برنامه خیلی چاپترانه کوچولو دارم در لس آنجلس که دوستانی که اون که آقای قنبری فردا شب کجا برای یه شماره هست در شعله هست در شعله بله رستوران شعله بولوار 310-444-245 فردا شب من یک سری نقاشی خط از یک هنرمند ایرانی در کنار شب ترانم رو نمایی میکنم. آقای علی کریمپور که خطات فوق العاده اهل شیراز، بخشایی از ترانه‌های من ایشون تابلو کرده و اینو فردا شب من نشون خواهم داد در کنار ترانه هام. فکر میکنم این کاریست که میشه کرد، یعنی با یک تیر دو نشان میشه زد. بسیار کار خوبی میکنید که حمایت میکنید از هنرمندان دیگه و میدونم که علاقمندان به شما هم به دیدارتون خواهند اومد فردا شب. من باز آخر برنامه که برنامه هفته آینده رو باید اعلام کنم یک دور دیگه این رویدادهایی که مربوط به شما هست رو تکرار میکنم. سپاسگزارم. باز پوزش میخوام از صدای ناخوشایند بود ولی دیگه از اختیار من خارج بود. نه ولی اساس کلمات و اصل صحبتایی که میکردید و شنیدیم، حالا یه چند تا کلمه وسطش شنیده نمیشد، منتها دیگه قول به من دادید که دفعه دیگه در استودیو در خدمت باشم. در خدمت خواهم با یکی دیگر از ترانه های شما خدافظی میکنیم با هاتون. سپاسگزارم. روزتون خوش. وقت خوش. شب بی‌نهایت کنار رهبران رو به هر موعظه در قصر واتیکان شاه ایسکا اولالا سر فرودگاه اولالا در آسانسور اولالا سر چارا اولالا بغلم کن بغلم کن فاسات جریمه سر هر امتحان آخر خط شب معبد شاعران پای دیوار اولالا سر بازار اولالا نوک تپه
دفاتر پیام شایانی به شهادت شما. تصادف موتورسیکلت داشتم. شنبه شب هول و هوش ساعت 2 صبح متاسفانه جراحات بدنی دیدم. خانواده من زنگ زدم به دفتر آقای شایانی و یک نفر به صورت زنده جواب تلفن رو داد و در عرض 2 دقیقه آقای شایانی رو روی خط آوردن. فردا صبح نماینده آقای شایانی به من زنگ زدن و در بیمارستان با من دیداری داشتن و پیپر ورک های لازم رو انجام دادن و بعد از ظهر همون روزم آقای شایانی با من تماس گرفتن و حال منو پرسیدن که من خیلی سورپرایز شدم. پرونده من در حدود 8 ماهه که در جریانه و به دلیل صدمات جدی بدنی که دیدم احتیاج به عملهای جراحی متعددی داشتم که در تمامی این مراحل به همراه آقای شایانی با پزشکان نشست‌های مختلفی داشتیم و آقای شایانی تلفن دستی خودشون هم به من دادند که بتونم با ایشون در تماس باشم. و در اینجا باید تشکری داشته باشم که با توجه به اینکه سر ایشون خیلی شلوغه، این توجه رو به من و پرونده من داشتن. خیلی از شما ممنونم آقای شایانی. 818 777 777 777. رادیو ایران 670 AM با صدها هزار شنونده در ایالات متحده و سراسر جهان پشتیبان جامعه ایرانیان در جنوب کالیفرنیا به ویژه در لس آنجلس و اورنج کانتی است. شما نیز می توانید از همینک با تایپ نشانی KIRN 670 AM در اپ استور و گوگل استور گوشی های خود اپلیکیشن رادیو ایران را تنها با یک کلیک به صورت رایگان دانلود کرده و همراه با دیگر ایرانیان سراسر جهان آسان تر از گذشته شنونده برنامه های ما باشید. چه مهمونی شیک و مجللی، نگاه کن چه عظمتی داره. واو چه دیزاین گل و چراغونی قشنگی. انصافا برادرت و خانومش جشن عروسی پسرشون رو شاهانه برگزار کردن. بله مگه نمیدونی همه اینا شاهکار بهادر ایونته. همه این تدارک عروسی رو با اطمینان سپردن به بهادر ایونت که واقعا رو سفیدشون کرده. کاش میشد به دوستم که عروسی دخترشه بهادر ایونت رو معرفی کنم، اما اونا میخوان غذای گلدکوشر سرو کنن. خب بهادر ایونت مراسم 300 نفر به بالا رو گلدکوشر هم سرو میکنه، اونم زیر نظر ربای آمریکایی. جدی میگی؟ پس بذار همین الان چند تا عکس بگیرم و سریع برای دوستان بفرستم. خانم نگران نباش، فقط کافیه بهشون بگی بهادر ایونت رو تو گوگل سرچ کنن. بهادر ایونت با 30 سال تجربه مشهورترین نام در برگزاری کلیه مراسم شما با ارائه بهترین کیفیت کیترینگ، دیزاین گل، عکاسی و فیلم برداری. 818 609 7135 bahadorevent-specialist.com. بهادر ایونت، اعتبار جشن‌های مجلل. 670 AM Los Angeles. تازه چه خبر؟ خب دوستان، در این بخش از برنامه باز با مهمانی صحبت میکنیم که مهمان ما هستن در شهر لس آنجلس و از لندن به اینجا آمدن برای یک برنامه ویژه هنری و نمایشگاه نقاشی. خانم شلی الغانیان که از طرفداران و از حامیان و پشتیبانان هنرمندان هستند، به ویژه هنرمندان جوان در شهر لندن، و با بنیاد غیر انتفاعی Magic of Persia که خودشون بنیان گذارش هستند، هر ساله برنامه‌ای رو در شهر لس آنجلس هم برگزار می‌کنند و دستاوردهای خودشون رو در طول سال که از ایران و سایر نقاط جهان از هنرمندان ایرانی جمع‌آوری کردند برای تماشای هنردوستان لس آنجلسی به اینجا میارند و ضمن یک برنامه مفصل 2 روزه این کارها رو ارائه میکنند و من فرصتی پیدا کردم برای گفتگو با ایشون و دعوتشون به این برنامه، چون هفته آینده یعنی همین دوشنبه 10 این نمایشگاه برقرار خواهد بود و اطلاعات بیشتری رو از ایشون در این زمینه خواهیم گرفت. خانم شلی الغانیان، صبح شما بخیر. صبح بخیر هما جون، شما خوب هستی؟ من خوبم، شما چطوری؟ عالی، تقریبا دارم از جت لگ خلاص میشم. خیلی خوب. بعد از 4 روز. دیگه انشالله دوشنبه آماده کارین، ولی شما با این همه فعالیت هایی که میکنید و کوشش هایی که میکنید در طول سال و همینطور به نقاط مختلف جهان سفر میکنید برای آشنایی با هنرمندان جوان ایرانی و گردآوری کاراشون، واقعا به نظر من یک زن خستگی ناپذیری هستین. شما بگید چگونه شده که علاقمند شدید به این که کارهای این جوانهای ایرانی رو پشتیبانی و حمایت کنید و به نمایش بگذارید؟ خانم الغانیان، حالا هما جون، Magic of Persia تنها ارگنیزیشن است که خارج از ایران به این جوانان میتونه کمک کنه، یعنی نان پروفیت ارگنیزیشن، و ما
هر سال حداقل یه دونه اگزیبیشن داریم، هر دو سال هم آرت پرایز داریم که یه موقعیتی به وجود میاد که این جوانان بتونن کاراشون رو، هم کسانی که در ایران زندگی میکنن، هم کسانی که بچه های ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن که در هنر معاصر هستن. و این تنها مثلا با تنها بلدی هستیم که میتونیم همچین کمک به اینا بکنیم بدون همچین منفعتی برای ما اصلا نداره، ولی خب چون ما بنیاد خیریه هستیم همینجا رو رجستر هستیم و هم در انگلیس. بله. شما از درآمد میفرمودید، ادامه بدید تا من سوال بعدی بفرمایید. نه فقط میخواستم بگم که و اینم بار چهارمه که در لس آنجلس آمدیم این برنامه رو گذاشتیم. ما با جمع‌آوری کارا از هنرمندان معاصر ایرانی جوان و همچنین استبلیش فروش کارای اونا، ما پولی که جمع‌آوری میکنیم رو دوباره خرج میکنیم برای سکالرشیپ، رزیدنسی، برای گرانت، برای تحصیل، برای اگزیبیشن، برای آرت پرایز همین جوانان. به اصطلاح آرت فور آرت سیک. شما چه مدتیه که ماجیک اف پرژا رو درست کردین خانم الغانیان؟ سال 2004 من ماجیک اف پرژا رو درست کردم. 16 ساله. بچه های من بزرگ شد. 15 ساله. بله. سپتامبر میشه 15 سال در واقع. و اون موقع دیگه وقتی شروع کردم بچه ها هر دو بزرگ شده بودند و یکم هم وقت رو دست من خالی مونده بود. تازه من دیدم این بعد از انقلاب این بچه ها اگر یک کنکشنی با ایرانی بودن نداشته باشن اصلا کاملا این کالچر از بین میره. و من خودم در دانشگاه آرت میخوندم، این شد که خیلی علاقه من بودم و شروع کردم به این کار و این ماجیک اف پرژا رو استبلیش کردیم 2004. در واقع قصد یا هدف ماجیک اف پرژا این هستش که به دانشجویان یا به جوانانی که علاقه من به هنر هستن اسکالرشیپ داده بشه، یا در همه رشته ها میدید خانم الغانی؟ نه، ما بیشتر تمرکزمون رو هنر معاصره. خب. ولی دانشجویان ایرانی در سراسر دنیا، ولی البته خب ما بیشتر مایلیم که کسانی که میادیم برای سکالرشیپ و رزیدنسی که میدیم و اینم اغلب از ایران بیان از ایران بیان چون موقعیتشو ندارن اونجا و فکر میکنم خیلی جالبتره که ما به اونا بیشتر میدیم تا خارجی ها. مثلا دیگه اگر تو لندن داره زندگی میکنه ما دیگه اونجا به سکالرشیپ دانشگاهی نمیدیم چون اونجا خیلی دانشگاه هستن که میتونن برن و تحصیل کنن اونجا، ولی برای ایرانی ها خیلی سخته که از ایران میان. متوجه هستم. تا به حال یه آماری دارید که تا به حال به چند دانشجو کمک کردین؟ اوف، ما توی ماب کپ که به اصطلاح این جایزه معاصر ماست که ماجیک اف پرژا کانتمپری آرت پرایز، ما حدود بالای 2000 تا شاگرد دانش بگم هنرمند هستن که اپلای کردن و ما اینا همه رو وبسایت ماست. البته من میتونم بگم به 50-60 تاشون ممکنه موقعیت های فوق‌العاده داده شده باشه مثل رزیدنسی یا سکالرشیپ، ولی بقیه هم همه روی وبسایت ما هستند و ما سالی سه بار یک کیوریتر داریم که آنلاین اگزیبیشن کیوریت میکنه، ولی هر دفعه کیوریترمون فرق میکنه و آنلاین کیوریت میشه یک اگزیبیشنی سه بار در سال برای سه ماه، هر کدوم برای چهار ماه، و از هر کدوم این 2000 نفر یا بالای 2000 نفر میتونه انتخاب بکنه، تمام کارا و همه چیزشون روی وبسایت هست انتخاب کنه و یک نمایشگاه آنلاین رو بذاره. در نتیجه چی میگن، یه چیزی نیست که بیان تموم بشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. متوجه هستم. دائمیه. بله دائمیه.
خب در مورد این نمایشگاه که دوشنبه 10 فوریه دوشنبه دو روز آینده دو روز دیگه قرار است که در شهر لس آنجلس برگزار بشه با ما صحبت بکنید از تهران با عشق 2020 از تهران با عشق بله همینطور گفتم با چهارمی که ما در لس آنجلس برنامه داریم و این نمایشگاه الان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های ماست چون من سال اول که آمدیم که به اصطلاح 4 سال پیش بود یکم ما میترسیدیم که زیاد کار بیاریم یا زیاد کار به فروش بذاریم اینجا تو لس آنجلس چون نمیدونستیم چه نوع استقبالی میشه از ما در نتیجه مثلا سال اول با وجودی که مثلا 30 تا کار رو بردیم نشون دادیم فقط 10 تاش به حراج گذاشتیم بقیه رو بردیم نیویورک تو حراج سادبیز نیویورک گذاشتیم ولی امسال نمیدونم چی شد یه دفعه 45 تا کار ما داریم و امسال کیوریتر ما لیلا فخره که ایشون فورمر کیوریتر مال تیت بتن هستش و این اماوری کارا بیشتر با ایشون بوده و کلکسیونی که واقعا الان آوردیم ما در لس آنجلس که دوشنبه اوپنینگش خواهد بود یه چیز عجب غریبه و همه خب من همش دارم نگاه میکنم و به این کار عادت کردم این تو این 2-3-4 ماهی که ادا شدن این کار به ما ولی هر کی این کاتالوگ آنلاین میبینه همیشه زنگ میزنه ایمیل میزنه که چه اگزیبیشن درجه یکی و چه کارا همه خوب هستن چون خب و اوائل خب ما اکثرا هر کاری که هر کی میداد ما قبول میکردیم چون زیاد تو کیوریتینگ دی اگزیبیشن نبودیم چون که یعنی انتخاب کنیم که یک تمی داشته باشه ولی کم کم خب همینطوری پروفشنال تر شدیم و الان هر کاری رو مثلا لیلا قبول نمیکنه برای این نمایشگاه ممکنه برای یک نمایشگاه دیگه که بخواد بذاره یک کاری مناسب باشه ولی مثلا ممکنه برای این یکی خیلی به خیلی ها گفته نه و یکم چیز میشیم ما من میگم وای حالا اینا میخوام 100% کار ارائه کنم و ما بهشون میگیم نه مثلا میتونین بدین ولی خب همینطور که میگم مثلا این نمایشگاه اولش شروع شد با یک فوکس به خصوص روی جیومتری و ولی البته قسمت دیگه به جز جیومتری هم لیلا قبول کرده کار و خلاصه بعد بیایم ببینین دیگه نمایشگاه فوق العاده میدونم نام های شناخته شده مثل فریدون آو همینطور شیرین نشاط بله. صادق تیرفکن اینا هم جز کاراشون تو همین مجموعه که دارین نمایش بله. میدید هست که خب نشون میده از سطح بله. کارهایی که شما حتی نیکی نجومی دارم میبینم اصلا میره که اصلا میبسیار نیکی خودشم میاد چه جالب نیکی نجومی خودشم مهمون ما هستش که فردا میرسه خانم الغانیان روز بله. دوشنبه نمایشگاه برای عموم آزاده آمدنش بله برای عموم آزاده آمدنش آزاده و یه کوکتل ریسپشن و از ساعت 6:30 تا 9 شما مثل این که آدرسش هم هست آدرسش نمیدونم مگه هم من دارم بله 70-80 هالیوود بولوار در شهر لس آنجلس بله درسته درست خیلی هم جالبه چون درست شب بعد از اکادمی اواردز ما اکادمی اواردز خودمون خواهیم داشت چقدر جالب شما امسال یک کار جدید دیگه هم کردید و اونم اینی که از 2 صاحب نام سوسن بابایی و رکسان زند هم خواستین که کتابشون کتابا رو امضا بکنن این کدوم کتابایی بله. که ندارن امضا میکنن این جیومتری آرت اف جیومتری این دی میدل ایست یک کتاب خیلی درجه یکیه که اتفاقا کاور این کتاب یک کاریست که مال ماجیکال پرجا هستش یکی از ادیشناش مال ماجیکال پرجا است و اونجا خب چی میگن یکی از بزرگترین کارهاییست که داریم اگه بیاد میدونم کاری که روی کاور کتاب رو ببینه و بخره و این البته کتاب رکسان و سوسن جون
تو انگلیس، دبی و تو اروپا لانچ شده و ما حالا گفتیم بار اول اینجا ما نشون بدیم اینا اینجا لانچ بکنیم. متاسفانه نه رکسان و نه سوزن تونستن بیان، قرار بود رکسان بیاد ولی خب مثل که مادرشون حال ندارن نیست که کنسل کنسانی آخر، ولی با وجود خب کتاب ها هستن و مردم میتونن خریدار. بسیارم ولی موفق و پیروز باشین در کارتون. دوستان عزیزی که علاقمند هستید برای رفتن و تماشا کردن این مجموعه متفاوت نقاشی های هنرمندان ایرانی تحت عنوان از تهران با عشق که از ساعت 6:30 تا 9 روز دوشنبه برگزار میشه در 7080 هالیوود بولوار میتونید که به اینجا برید. ورود برای همه آزاد هست و میدونم که روز چهارشنبه هم یه برنامه دیگه شما دارید که اون با دعوت هست و اون برای این هست که بیشتر شما کمک بکنن کسانی که در اونجا هستن، در اون نشست هستن، به اهداف شما برای دادن بورس و اسکالرشیپ به دانشجویان. امیدوارم در کارتون موفق باشین، موفق تر از همیشه خانم شلی الغانیان، و با اشتیاق به دیدار شما میایم روز دوشنبه. مرسی هما جان، خیلی ممنون. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. مرسی، خدا. هفته‌ای که در پیش داره. خب برنامه هایی که در هفته‌ای که در پیش داریم جلوی روی ما هست، همونطور که مهمان قبلی ما آقای شهریار قنبری اعلام کردند، در رستوران شعله فردا نمایشگاه نقاشی خط علی کریم پور به اتفاق شب ترانی شهریار قنبری برگزار خواهد شد. شب هست و کسانی که دوست دارن میتونن به رستوران شعله برن و یا با تلفن 310-444-2045 در تماس باشن. روز 16 فوریه، یک شنبه 16 فوریه، از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در کتابخانه سانتا مونیکا سالگرد درگذشت علیرضا رضایی طنزنویس هست که در طول سال گذشته کتابی از مجموعه نوشته‌های او در آمده، فکر میکنم با همت خواهرشون مریم رضایی، و اون روز این کتاب هم اونجا ارائه میشه. باز هم برای روز 16 برنامه 16 هفته آینده هم باز یک دور دیگه اعلام میکنم. نمایش متولد 1361 که توسط بنیاد هنر و انجمن دانشجویان ایرانی آمریکایی دانشگاه ها داره پشتیبانی میشه، روز 16 فوریه ساعت 8 شب در سالن مورگن ویکسن تیتر روی صحنه میره. بازیگر و کارگردان این نمایش که فقط تک هنرپیشه است، آسیزی است که به تنهایی 6-7 نقش رو بازی میکنه. نویسنده اثر نغمه سمینی است، نویسنده معروف سریال شهرزاد، و تهیه بلیط از طریق آنلاین bornin1361.eventbrite.com و یا اینکه گالری عشق کیو مارکت در ولی بلیطاش رو تموم کرده. سالن کوچیکی است مورگن ویکسن و به صورت هم بلیط ها در حال تمام شدن هست. کسانی که علاقمندن میتونن برند و این برنامه رو به بلیطش رو یا از آنلاین یا از گالری عشق که همیشه کارهای هنری رو حمایت و پشتیبانی میکنن آقای بهمن بنت بگیرن. بعد در خبرهای هنری با اطلاع شدیم که آقای هوشنگ توزی هنرمند گرامی بار دیگر نمایش شاعر نقره‌ای رو روز اول مارس در مدرسه بیرمنگام در منطقه ولی روی صحنه میبرند و برای این برنامه بلیط ها توسط در کیو مارکت در ولی، گالری عشق در وستوود و وودلند هیلز مارکت در ولی به فروش خواهد رفت و بلیط های آنلاین این برنامه iranitickets.com هست برای شاعر نقره‌ای. برنامه های دیگری که داریم، همطور که با سخن یا مهمان اول ساعت اول برنامه صحبت کردیم، آقای مهدی اصلانی، ایشون فردا ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر در سالن اجتماعات کتابخانه سانتا مونیکا واقع در 601 سانتا مونیکا بولوار برنامه ارائه کتاب جدیدشون رو دارن، آخرین فرصت گل و سخنرانی که در اون علاقمندان هم میتونن به
اونجا مراجعه بکنن به کتابخانه. ورود برای همه آزاد رایگان هست. و دیگه از برنامه هایی که برای دوستان میتونم بگم گمانم فعلا همین هاست. یکی دو سخنرانی هم هست در دانشگاه های ارواین و دانشگاه UCLA که یکی از آنها از قرار معلوم بله پور مرکز پور داوود در دانشگاه UCLA یک سمپوزیوم دارند از روز 18 تا 20 امسال فوریه 18 تا 20 در 314 رویس هال که موضوع اون هست Contextualization of Iranian Religions in the Ancient World. و برای ورودم برای همه اونجا آزاد هست. کسانی که میخوان میتونن برن و یا اطلاعات بیشتر رو روی سامانه دانشگاه UCLA و مرکز پور داوود سنتر ببینن و یا اینکه اطلاعات بیشتر رو از پورتال های مختلفی که برنامه ها رو اعلام میکنن. جمعه 14 فوریه هم The Dying of Democracy Everywhere, The US, Iran and the Middle East یک سخنرانی هست که توسط دکتر کورنل وست در دانشگاه UCI انجام خواهد شد. کسانی که علاقمند هستن میتونن با اطلاعات UCI Jordan Center for Persian Art تماس بگیرن و یعنی که میدونن که معمولا اونجا برنامه هاشون رو کجا برگزار میکنن. جمعه 14 فوریه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر در UCI Irvine Student Center Crystal Cove Auditorium و این باید موضوع بسیار جالب و سخنرانی جالبی باشه و تشویق هم شدن دانشجویان که به این سخنرانی برن برای کلاساشون هم حتما سخنرانی مؤثری است و اطلاعات خوبی رو خواهند گرفت. خب به پایان برنامه میرسیم. قبل از اینکه از فرشاد خان گل خواهش کنیم که یک دونه ترانه برای شما بذاره و به خود او هم تولدش که سه‌شنبه در راه تبریک میگیم. تولد شما بخواید اصلا یه آهنگی برای خودتون تولد مبارک بذاری فرشاد خان که اینقدر برای ما زحمت ما که بلد نیستیم این کار بکنیم ولی تقاضاشو که میکنیم مثل اینکه ما داریم به شما تبریک میگیم. از مهمانان گرامی خودمونم سپاسگزاری میکنیم و مهدی اصلانی، فریبرز داوودیان، شهریار قنبری و خانم شلی ارغانیان مهمانان ما بودند. در ساعت اول هم یه گذری کردیم به 41 سال پیش به بهانه سالگرد انقلاب اسلامی که امیدوارم اون رو هم پسندیده باشید. خب تولد مبارک رو بشنویم. بسیار عالی. شب شب ما غرق گل و شادی شوره، از جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره. شب خونمون پر از تنین دل نوازه، تو کوچه پر از نوای دل نشین سازه. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته. تو خونه سبد سبد گلهای سرخو میخد. عزیزم دوستت دارم، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. خب تا هفته دیگر و برنامه دیگر خوب و خوش باشید. از طرف شنوندگان برنامه به شما تبریک میگم فرشاد خان تولدتون و امیدوارم که شما هم در کنار خانواده نازنین تو خوب و خوش باشید. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته. تو خونه سبد سبد گلهای سرخو میخد. عزیزم دوستت دارم، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. Look at
پیام شایانی، نامی اثبات شده در تصادفات که دریافت میلیون ها دلار را تا کنون رقم زده است. اتفاق میفته و من همیشه به کلاینت هایی که میان پیش ما و تصادف بسیار جدی دارن بهشون میگم من میتونم بهتون کمک بکنم که دسترسی داشته باشین به بهترین دوا و درمان، بهترین دکترها، بهترین جراحا، بهترین اتاقای عمل، بهترین ریهب ها و نهایتاً براتون خسارتی که حق شماست و بیشتر اوقات بیشتر از اون که حقتون هست براتون میریم دادگاه و میگیریم. یه سالون این پیش یه تصادف اتومبیل داشتم، زنگ زدم به دفتر آقای شایانی و به راحتی با آقای شایانی قرار ملاقات گذاشتم. با اینکه سرشون شلوغ بود همون روز نیم ساعت رو در رو با هم صحبت کردیم. آقای شایانی به صورت خیلی تخصصی و با استراتژی مخصوص پرونده تصادف منو برنامه‌ریزی کردن. پرونده من به تازگی ستل شد و پول بسیار خوبی دریافت کردم، بیشتر از اون چیزی که خودم فکرشو می‌کردم. در اینجا باید از آقای شایانی و تیم حقوقی خوبشون نهایت تشکر داشته باشم. 818 777 777 777. آقای کنعانی، شوهر من برنامه ریزی مالی نداره. میگن بعد از 100 سال اگه فوت کنه بیشتر اموالش از دستم میره. حقیقت داره؟ بله، نه تنها اون، اگر درآمد و پیچکشون قطع بشه باید پسنداز و سرمایهشون درآمد بده که باهاش زندگی کنی و خدایی نکرده بعد از فوت به بازماندگان برسه. ما به شما در این زمینه به راحتی کمک میکنیم. مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227. این ماه قراره $1,000 درآمد شما بیشتر بشه. تعجب نکنید، شدنیه. با ما تماس بگیرید. وقتی که $1,000 کمتر این ماه بابت مینیمم پیمنت های کریدیت کارت ها پرداخت کنید، با ما تماس بگیرید. شدنیه. چون ما راه کم کردن بدهی های کریدیت کارت ها رو خیلی خوب بلدیم. 818-2 میلیون. تیم تخصصی زنید با مدیریت مانی حاتمی راه حل های عملی کم کردن بدهی ها رو در اختیار شما قرار میدن تا درآمد خودتون رو بی دلیل صرف پرداخت بهره های سنگین بانک ها نکنید. با ما تماس بگیرید. با ما تماس بگیرید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون، 818-2-0. کردیت برتر، بدهی کمتر، با قانون، 818-2 میلیون. ریزش مو میتواند نه تنها در ظاهر افراد بلکه در اعتماد به نفس و روابط اجتماعی آنان اثرگذار باشد. دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو میباشد که تاکنون هزاران نفر از سراسر جهان با روشهای طبیعی و ابتکاری دکتر مشکین موهای از دست رفته خود را باز یافتند. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 30 سال تجربه خوشحالم به اطلاع برسانم که امروز میتوانیم هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش با آخرین روش‌های FUE و FUT پیوند دهیم. و افرادی را که به اندازه کافی مو در پشت سر نداشته باشند، می توانیم از موهای بدن و ریش استفاده کنیم. لطفاً برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل و مطب‌های دکتر مشکین به وبسایت meshkinmedical.com مراجعه فرمایید. 949-219-2027. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 949-219-0027 or go to meshkinmedical.com. چنانچه جویای یک مرکز بسیار مدرن، مجهز و فوق تخصصی چشم پزشکی هستید، Advanced Eye Surgery Clinic را به خاطر داشته باشید. در این مرکز شبه دانشگاهی عظیم به مدیریت چشم پزشک نامدار دکتر جان رضاپور، پیچیده ترین جراحی های چشم پزشکی انجام می‌پذیرند. در Advanced Eye Surgery Clinic کلیه اعمال پیچیده جراحی از پیوندهای لایه قرنیه تا کاتاراکت و جراحی های زیبایی چشم و گلاکوما با مدرن ترین شیوه های FDA اپرووید در زیر یک سقف با بهترین نتیجه ارائه می شود. قبل از هر تصمیم چشم پزشکی با تیم پرتجربه و دانشمند Advanced Eye Surgery Clinic مشورت کنید. 818-205-1200-310-657-3200. حراج سالیانی کباب با فرج، برای مدت کوتاه به مناسبت نوروز باستانی مرغوب‌ترین زعفران ایرانی سرخیز 4 گرمی فقط $12.50. کباب با فرج در پیکو بلوار، 310-657-4447. Adopt US Kids presents Multiple Choice Parenting. You've messed up your daughter's haircut. Do you A, it's spiritual. Mom, where's the mirror? Beauty is within. Oh. B, find the positives. Less time blow drying, more time texting. Or C, show empathy. Mom, you
really don't have to. Twinsies! I kinda love it. You don't have to be perfect to be a perfect parent. Thousands of teens in foster care will love you just the same. For more information on adoption, visit AdoptUSKids.org. A message from the U.S. Department of Health and Human Services, AdoptUS Kids, and the Ad Council. از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریچه، برنامه ای از بنفشه سوده، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. KIRN 670 AM. هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر با من پروین جوادی. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم.